از هفته پیش تا الان خیلی چیزا عوض شده. بعد از تلفن خواهر رعنا به امیر که خبر بستری شدن رعنا رو توی بیمارستان کوالالامپور رو داد، امیر سریعا بلیط مارزی رو گرفت و رفت سراغ رعنا. با اینکه هر روز از زیر حرف زدن در مورد رعنا در میرفت، نشون داد که دلش تمام مدت اونجا بوده. تا حالا هم خبری ازش نیست، اما ایده میگه حتما گرفتار رعناست. از اون روز که رفته، کارهای کافه دست منه. فکر کردم شاید دست تنها سخت باشه، اما فعلا همه چیز آروم پیش میره. بچه ها یه نوشیدنی خنک؟ ممنون عرفان جان، من الان خودم آب برمیدارم. اشکال نداره، من تمیز میکنم، فقط پاتو اینجا نذارم برمیدارم. اشکال نداره. راستی امشب که میریم تئاتر نه؟ فکر کنم گرفتار کافه یه دیگه نمیرسی بریم. نه، تئاتر ساعت 8 و نیم شروع میشه. من بلیطم از قبل گرفتم. اگه تا 15 دقیقه قبل اونجا برسیم بد نیست. کجا هست؟ تئاتر شهر. تعریفشو خیلی شنیدم، مخصوصا از بازی رویا افشار. من با رویا تئاتر بازی کردم قبلا. البته اون موقع تازه شروع کرده بودم و یه ذره هیجان انگیز بود برام بازیگری مثل خانم افشار بازی کنم. پس چرا دیگه تئاتر کار نمی‌کنی؟ الان دارم رو نمایشنامه هم کار می‌کنم. یه دونه نوشتم تازه که اتفاقا اگه بخونی شاید بدت نیاد. امیر ایمیل زده. حالشون خوبه. از لحن ایمیل معلومه که امیدواره رعنا باش برگرده. چیزی در مورد اینکه چی شده بود ننوشته؟ نوشته یه عمل جراحی داشته، اما توضیحی نداده. خیلی نگران بودم. الان باید به مامان و بابا و خاله زنگ بزنم. راستی افان ببخشید، اصلا نمیدونم چی شد دستم خورد به لیوان. به قول معروف قضا قدر بود. خودتو ناراحت نکن، خوشحالم که از امیر خبر رسید. منم هم همینطور. سلام بچه ها. سلام. به به نیما جان، به سلامتی. خبریه؟ نه عرفا جان، خبری نیست. این گلا رو برای کافه آوردم. دستو درد نکنه، خجالت دیدی ما رو. تو ما گلدون نداریم، یه گلدون هم میخریدی. حالا لطفا یه کارش بکن دیگه. آخه میدونی من تا چند روز دیگه دارم برمیگردم آمریکا و دل کردن کار آسومی نیست. میدونم، واسه ایدم خیلی سخته. مطمئنم الان داره خبر سلامتی همین رعنا رو به مامان خاله میده. بشین بگونم، چای میخوای یا قهوه؟ قهوه لطفا. ممنون. باز میای ایران؟ شاید آخر این ترم، اما شک دارم. به نظرت به ایده پیشنهاد بدم که برای دانشگاه تگزاس اقدام کنه؟ اومدی اینجا دلشو بردی، حالا میخوای خودشم ببری؟
اولین باری که اومدم ایران رو نمیخوام برگردم. اینو بهش بگو، اونم ناراحته که تو داری برمیگردی. یعنی نمیدونه؟ راستی خوشحال شدم که دیدم دوباره داری با عرفان صحبت میکنی. آره آخر هفته رفتیم کوه، از 6 صبح راه رفتیم و حرف زدیم، هوا خیلی خوب بود. ایده گفت تا آخر شب مهمونی بودید. وقتی من زدم بیرون هنوز ایده خونه نیومده بود. آره فکر کنم تا وقتی برگشتیم از کرش تقریبا ساعت 6 صبح بود. تقریبا بیشتر از 100 نفر توی مهمونی بودن. خیلی خوش گذشت، جاتون خالی بود. مهمونی ایرانی، موسیقی خوب، نوشیدنی و غذای فراوان. فکر کنم برای یه تولد خیلی زیادی بود. آره اینجور مهمونی ها که اینجا زیاد شده. البته سروش هر سال برای تولدش بهترین مهمونی ها رو میگیره. امسال هم که شد 30 ساله که دیگه معلومه. پس حیف شد من از دست دادم؟ نمیدونم، اونو باید از ایده بپرسی. شنیدم سروش کنسرت‌های زیرزمینی زیادی برگزار میکنه. آره چون جاهای مختلفی توی تهران و اطراف داره و میشناسه، معمولا برگزار کننده خیلی از کنسرت هاست. البته اینجا چون مشکل ممکنه پیدا کنه معمولا تا آخر لحظه جاشو اعلام نمی کنن. سلام. سلام، کی اومدی من ندیدم؟ سلام ایده جون، یه 10 دقیقه هست. شنیدم از امیر خبر گرفتی؟ آره خدا رو شکر کرد و سلامتم. خدا رو شکر. شیرین جان به به، کی گل گرفتیم و نفهمیدیم؟ دست عرفان درد نکنه. اشتباه فکر کردی عزیزم. گل جدا؟ من که میدونی کم کم باید جمع کنم برم. اومدم که رسماً ازت بپرسم وقتی درست تموم شد اقدام میکنی بیای تگزاس؟ برای درس خوندن؟ نمیدونم. آخه من خیلی دلم برات تنگ میشه. فکر کنم منم همینطور. از قول میدی بهش فکر کنی؟ مشتری عزیز با شرمندگی، کافه تا نیم ساعت دیگه تعطیله. مرسی.